بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عید سعید قربان رو تبریک عرض میکنم به همه خواهران و برادران محترم. ان شاء الله که خداوند متعال طاعات عبادات همه شما عزیزان رو، اعمال شما رو در روز عرفه مورد قبول درگاهش قرار بدهد و ان شاء الله این روز عید قربان روز همراه با برکت و ان شاء الله همراه با معنویتی برای همه مؤمنین باشد. قبل از این که نماز عید رو آغاز بکنیم، خواستم فقط توضیح کوتاهی بدم در مورد کیفیت نماز عید. نماز عید قربان از لحاظ کیفیت دقیقاً مثل نماز عید فطر هست. تنها تفاوتی که دارد در نیت هست. نماز عید قربان هم مانند نماز عید فطر مستحب هست در زمان غیبت امام معصوم. و انشالله وقتی که نیت میکنید دو رکعت نماز عید قربان قربتن الالله، گفتن این لازم نیست، همین که بدانید نماز عید میخوانید قربتن الالله کافی هست. دو رکعت نماز هست، اذان اقامه ندارد. بعد از این که تکبیرت الاحرام گفته شود، سوره هم خوانده میشود و بعد از سوره هم هر سوره ای رو که میتوانید میتونید بخونید، هر سوره که حفظ هستید، ولی بهتر است، مستحب است که سوره مبارکه اعلا، سبح اسم ربک الاعلا، در رکعت اول خوانده شود. اما اگر سوره اعلا رو حفظ نیستید یا وقت شما کم هست، می توانید هر سوره ای رو بخوانید. بعد از سوره در رکعت اول 5 قنوت هست که قبل از هر قنوتی یک تکبیر هست. کیفیت قنوت ها به این شیوه هست که بعد از هر الله اکبر و تکبیری یک دعای دست یا قنوت خوانده می شود. در دعای دست هم شما می توانید در قنوت هم هر دعایی رو بخوانید، حتی دعایی به کوتاهی گفتن اللهم صل علی محمد و آل محمد درست است و کافی است، ولی مستحب است که اون دعایی که طولانی تر هست آشنا هستید اون رو در قنوت بخوانید، که دعا هست اللهم اهل الكبریاء والعظمه و اهل الجود والجبروت و اهل العفو والرحمه. اون دعا مستحب است، ولی اگر نخواندید اشکالی ندارد، یا اگر خواندید یک قسمتایش رو فقط توانستید بخوانید باز هم اشکالی ندارد. اصل این است که تکبیر و یک دعا خوانده شود، ولی قسمتی از این دعا یا یک صلوات هم گفته شود کافی است. پس در رکعت اول 5 قنوت هست. این چنین ما سوره رو که تمام کردیم میگیم الله اکبر قنوت اول، الله اکبر قنوت دوم، الله اکبر قنوت سوم، الله اکبر قنوت چهارم، الله اکبر قنوت پنجم و دعای پنجم رو که خواندیم تکبیر ششم الله اکبر میگوییم و بعد به رکوع میرویم. پس رکعت اول 5 قنوت دارن، 5 دعای دست و 6 تکبیر که تکبیر آخر رو میگوییم و به رکوع میرویم. بعد از اینکه رکوع و سجده انجام شد میایستیم برای رکعت دوم، دوباره هم و باز هم هر سوره رو که میخواهید میتوانید بخونید. مستحب است که در نماز عید سوره شمس رو بخوانیم و شمس و ضحاها. اگر سوره شمس رو حفظ نیستید یا وقت کوتاه هست، مستحب است میتونید هر سوره دیگری رو بخوانید، سوره توحید، سوره ناس، سوره قدر، هر سوره ای رو، ولی مستحب است که سوره شمس خوانده بشود. در رکعت دوم بعد از هم و سوره 4 قنوت انجام می شود. باز هم گفتم در قنوت می توانید هر دعایی رو بخوانید یا اون دعایی که مستحب است و وارد شده است، اللهم اهل الکبریاء والعظمه. پس در رکعت دوم بعد از سوره الله اکبر قنوت اول، الله اکبر قنوت دوم، الله اکبر قنوت سوم، الله اکبر قنوت چهارم، الله اکبر می شود تکبیر پنجم و بعد به رکوع می رویم. 4 قنوت دعای دست و 5 تکبیر که تکبیر پنجم رو که گفتیم می رویم به رکوع و بعد از رکوع سجده، تشهد و سلام هست. این کیفیت نماز عید قربان هست که مستحب است. وقتی که ما فرادا میخوانیم از طریق کامپیوتر، از طریق تلفن و موبایل به جماعت نمیشود وصل شد و اینی که شما الان ما رو از طریق آنلاین میبینید فقط به عنوان یک
نمونه است که بتوانید نمازتون رو فرادا در خانه بخوانید. پس این نماز نماز فرادا هست، جماعت نیست که شما بتوانید از طریق آنلاین به جماعت وصل بشوید. نماز فرادا هست و چون فرادا هست خطبه هم ندارد، یعنی بعد از اینکه شما نماز رو تمام کردید خطبه خواندن لازم نیست. اینم که انشالله بعد از این صحبت‌های من که نماز عید پخش خواهد شد ما هم خطبه نخواهیم داشت، بلکه یک صحبت کوتاهی است در رابطه با عید قربان و خطبه‌های نماز عید محسوب نمی‌شود، چون نماز رو من به جماعت نمی‌خوانم. ما نماز رو فرادا خواندیم تا انشالله که این پندمیک و این ویروس به زودی براش درمانی و براش واکسنی پیدا شود و ما بتوانیم دوباره حضوری در خدمت شما باشیم، ولی به خاطر حفظ سلامتی و اینکه خدای نکرده هیچ جان هیچ کسی در خطر نباشه، نماز عید قربان رو هم انشالله در منازلتون انجام بدهید و کیفیت و چگونگی نماز رو هم که توضیح دادم. نماز عید قربان دو رکعت، در رکعت اول 5 قنوت، در رکعت دوم 4 قنوت و دعای دست و خطبه هم ندارد. نماز هم نیتش مستحب است و باید فرادا خوانده بشود. اگر کسی در خانه میخواهد به اعضای خانواده جماعت بدهد امام بشود اجازه است، ولی باید اگر کسی از اعضای خانواده نماز رو به جماعت خوان و شما جماعت خوانید باید ایشون 2 خطبه هم بعد از نماز عید بخواند، ولی در غیر این صورت میتوانید تلویزیون یا لپتاپ یا هر چیز دیگری که ویدیو رو نشان میدهد رو به قبله بگذارید و نماز رو که من میخوانم شما میتوانید خودتون بخوانید و با من همراه من انجام بدید، ولی نه به نیت جماعت، بلکه فقط با سرعتی که من میخوانم شما هم همراهی میکنید تا بتوانید قنوت ها رو تعدادش رو درست انجام بدید، تعداد رکعات رو درست انجام بدید، ولی باید خود شما حمد و سوره و قنوت رو خودتان بخوانید. باز هم عید سعید قربان رو تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت همه عزیزان. انشاءالله که خداوند متعال قربانی های شما رو مورد قبول درگاهش قرار بدهد، توفیق حج بیت الله الحرام رو نصیب ما بگرداند و با آبروی آقای امام زمان ارواحنا له الفدا همه ما رو از رهروان حقیقی اسلام، رهروان حقیقی قرآن و اهل بیت پیامبر قرار بدهد. عید شما مبارک و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.